با سلام و درود میریم نگاهی بندازیم به اخبار داغ مدت آغاز سال 1402 با اتفاق عجیب در سراسر سر ایران با آغاز سال 1402 خورشیدی در ایران اتفاق عجیبی افتاد یعنی ساعت چندین میلیون دستگاه تلفن همراه هوشمند و دستگاه های آنلاین و سیستم های بانکی به صورت اتوماتیک یک ساعت جلو رفت. حالا ببینیم ماجرا چی بود. بر اساس گزارش های منتشر شده در سال جدید باید طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی برخلاف رویه همیشگی که ساعت تغییر می کرد قرار بود ساعت ها به جلو کشیده نشه. اما از ساعت 24 بام داده اول فروردین برای تعداد زیادی از موبایل ها و دستگاه های آنلاین زمان یک ساعت به جلو رفت. همینطور دستگاه های خودپرداز، سیستم های انتقال وجه و سایت های خبری هم با این اخلال دچار مشکل شدند. اما علت چی بود؟ بله، مدیریت داغون تیم بی سواد و بی مسئولیت ابراهیم رئیسی که اینقدر حواسش به لوکوموتیو پیشرفت که فراموش کرده بود برای موضوع به این مهمی اقدام پیشگیرانه انجام بده موضوعی که نه تنها باعث اختلال در سیستم کشور بلکه میلیاردها تومن ضرر اقتصادی شده اتفاق افتادن این مشکل به علت تنظیم بودن سرورهای جهانی با تغییر ساعت در ابتدای سال در ایران بود که باید این تغییر زودتر به مدیریت سرورهای بین المللی اطلاع داده می شد. البته بعد از اینکه خرابکاری دولت برملا شد، طبق معمول بیل آوردن و گندهایی که زدن جمع کردن، اما از سرش باقی موند. گرچه سیستم ساعت مملکت دوباره تنظیم شد. یعنی این مسئولین جمهوری اسلامی چنان مشغول سورچرونی و رانت و دزدی بیت المالن که اصلا وقت ندارن فکر کنن و زودتر به سرورهای بین المللی اطلاع بدن که با شروع سال 1402 فعلا در ایران تغییر ساعت نداریم. کاش با این سرورهای بین المللی تماس بگیریم و بگیم میشه زمانو بکشید به عقب و ما رو پرت کنید تو دهه پنجاه خورشیدی همون زمان که مردم دلشون شاد بود. هشتگ ساعت جهانی بزن نصفشون کنه به حق روح مختره ساعت کاسیو بلند بگو آمین با تلاش مسئولین خرید زولبیا بامیه هم آرزو شد با آغاز ماه رمزون محمد فرزانی رئیس اتحادیه شیرینی سازان، شیرینی فروشان و کاف قنادی های مشهد گفته که قیمت زولبیا و بامیه نسبت به سال قبل 75 الا 80 درصد افزایش داره. در همین رابطه علی بهرمند رئیس اتحادیه قنادی های تهران هم قیمت مصوب هر کیلو زولبیا و بامیه درجه یک رو در تهران 120 هزار تومن و درجه دو رو 100 هزار تومن اعلام کرد. از طرف فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی با شروع ماه رمزون در اطلاعیه اعلام کرد که سرنشینای وسایل نقلیه‌ای که در حال تردد یا توقف هستند و همینطور کسانی که از فضای پارکها، ها، بوستان ها و تفرجگاه ها استفاده می کنند موظف به رعایت در ماه مبارکن و از هر گونه تظاهر به روز خوری و ایجاد آلودگی صوتی و اعمال منافی شونات اسلامی و اخلاقی اجتناب کنند. در بخش دیگه از این اطلاعیه در خصوص رعایت هجاب اجباری از مردم خواسته شده که پوشش اسلامی و افاف و هجاب در محیطهای عمومی رعایت بشه. چشم عباس آقا، سفارش دیگه ای، کاری، چیزی داری تعارف نکن، بگو، کلا فقط بلدید دستور بدید ولی سر سوزن به فکر تامین رفاه و امنیت و معیشت مردم نیستید. یه زولبیا بامیه ماه رمزون برای قشر کم درآمد مونده بود که اونم با گند زدن تو اقتصاد و بعض زندگیمون قیمتش نجومی شد. با این بعض خیلی از مردم دیگه حتی نمیتونن زولبیا بامیه هم بخرن. پس ایشالا پخش شدن خورمای ختم همه تو. دیگه ای نبود؟ شماها که در ایام محرم و انواع مناسبات مذهبی بلندگوهای مساجد و پایگاه بسیجتون آسایشو از مردم میگیره حرف از آلودگی صوتی نزنید. اینقدر که هجاب زنابراتون مهمه و از اقتصادی سخت ملت به هیچ جاییتون نیست. ایشال زندگیتون به پیچ در پیچی زولبیا بشه تا بفهمید ما چی میکشیم. در آخر هم یادی کنیم از این پیام خالصانه متدین ترین مدیران انقلابی جمهوری اسلامی یعنی محمود خاوری که یکی از بزرگترین اختلاس ها رو انجام داد و فرار کرد کانادا. هشتگ کل اتحادیه قنادی های کشور با تمام سینی های شیرینی پذی تو حلقتون. نزدیکتر شدن رژیم ایران به ساخت بمب هسته‌ای وبسایت آکسیوس بنا به گفته یه مقام ارشد اسرائیلی نوشت اسرائیل به دولت جو بایدن در آمریکا و چند کشور اروپایی گفته که ایران با غنیسازی اورانیوم بالای 60 درصد وارد قلمروی خطرناکی شده که میتونه دلیلی برای حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران بشه البته اسرائیل در ماهای اخیر تهدیدها و حملات پهبادی خودش را برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی افزایش داد تا مانع پیشرفت برنامه هسته‌ای سپاه پاسداران بشه. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اواخر ماه فوریه 2023 تهران 87.5 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60 درصد تولید کرده کارشناسا گفتند اگر این اورانیوم تا 90 درصد غنی بشه برای تولید حداقل یک بمب هسته‌ای کافیه همینطور آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بازرسی از تأسیسات هسته زیرزمینی فردو مقادیری اورانیوم با خلوص 84 درصد پیدا کرد و این یعنی نزدیک شدن به غنای 90 درصد بنا به گفته این مقام ارشد اسرائیل علیرغم پیدا شدن مقادیر اندک اورانیوم با خلوص 84 درصد دولت اسرائیل این میزان اورانیوم غنی شده رو معنیدار تلقی نمیکنه این یعنی اسرائیل و غرب منتظر نشستن تا جمهوری اسلامی چند کیلو اورانیوم 90 درصدی تولید کنه بمب بسازه احیانا شلیکم بکنه دنیا رو به فنا بده بعد سازمان ملل بیانیه بده و محکوم کنه این در حالیه که بنا به گزارش فاکس نیوز ایران و روسیه برای بازگردوندن ذخایر اورانیوم غنی شده توافق محرمانه داشتند. یه مقام ارشد دفاعی ایالات متحده آمریکا هم در همین رابطه گفت که حکومت ایران تنها دوازده روز زمان نیاز داره تا اورانیوم غنی شده لازم رو برای ساخت بمب هسته‌ای تولید کنه. با این حال دولت بایدن ادعا کرده که تهران برای از سرگیری برنامه تسلیحات اتمی تصمیمی نداره. از طرفی بعضی از مقامات ارشد اسرائیل هم معتقدند که دولت اسرائیل نمیخواد غنیسازی 90 درصدی رو به عنوان خط قرمز تعیین کنه چون با اعلام این خط قرمز رژیم ایران احساس میکنه که میتونه غنیسازی و انباشت اورانیوم رو در سطحی کمتر از درجه تسلیحاتی آغاز کنه به همین دلیل اسرائیل به آمریکا و کشورهای اروپایی گفته که هر گونه پیشرفت جمهوری اسلامی در غنیسازی 60 درصدی میتونه باعث اقدام نظامی علیه برنامه هسته ایران بشه. بنابراین دولت اسرائیل همچنان به آماده سازی برای حمله نظامی به ایران ادامه میده. در همین رابطه نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل از وزیر امور خارجه ایالات متحده ای آمریکا خواستند تا تحویل چهار نفتکش کیسی 46 رو که اسرائیل سال گذشته از آمریکا خریداری کرده تسریع کنند که این به معنی افزایش تدارک نظامی اسرائیل برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامیه اما بیشتر از چهارده است که داریم بیبینیم اسرائیل و غرب فقط علکی خط و نشون میکشند و هیچ اقدام جدی انجام نمیدن چون پشت پرده همشون حامی حکومت ایران برای ایجاد بحران در منطقه و چاپیدن ثروت مملکت هستند پس هشتگ دعوای زرگری حکومتی که از حق معلولینم میدزده محکوم به فناست واقعا جمهوری اسلامی یکی از ظالمترین و بیابروترین حکومت های تاریخه که رکورد پلیدی رو در تمام اثار جابجا جا کرده یعنی مسئولین بیمسئولیتش حتی به معلولینم رحم نمی کنن. در جایی که میلیاردها تومن خرج برنامه های مزخرف همسر ابراهیم رئیسی به بحانه های مختلف میشه به طوری که در سال 1401 جمیله علم الهدا همسر رئیس جمهور رژیم ایران بیش از 50 میلیارد تومن پول بیت المال رو صرف برنامه های نمایشی مثل همایش های مختلف کرد حتی عیدی اندک و ناچیز معلولین مظلوم کشور رو پرداخت نکردند در همین رابطه پویا جامع کوهی نوجوان فعال حقوق معلولین با انتشار متنی در توییتر از عدم پرداخت عیدی معلولین توسط سازمانهای مرتبط خبر داد این فعال معلولین نوشت سال 1401 بدترین سالی بود که به یاد دارم سالی پر از بدقولی به معلولین حتی عیدی ناچیزی که هر سال میدادند امسال قطع کردند تا اون امید کوچک رو هم از معلولین بگیرند لازمه بدونید که پویا جامع کوهی نوجوان معلول و باهوشیه که با تولید محتوا در شبکه های اجتماعی سعی در دفاع از حقوق کودکان داره معلولیت و مطالبه گری در این حوزه داره. واقعا با بعضی از خبرها نمیشه شوخی کرد، فقط باید بغز و قورت داد و خشم و تبدیل به قدرت کرد برای سرنگونی ظالمین. لعنت بهشون. هشتک میریم تا سرنگونی. تا خبرهای جنجالی دیگه بدرود. یادشنر ایران دیلی رو به همه معرفی کنید